أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ای مسلمانان، آیا توقع دارید که ایشان به آیین شما ایمان بیاورند؟ در حالی که گروهی از ایشان کلام خدا را شنیدند و بعد از آن که حقانیت آن را درک می کردند را آگاهانه تحریف می نمودند. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. و چون ایشان با کسانی که ایمان آورده اند ملاقات میکنند میگویند ایمان آوردیم، اما وقتی که با یکدیگر در خلوت میبینند میگویند آیا به ایشان چیزی را میگویید که خداوند با شما آن را در تورات روشن ساخته است تا بدین ترتیب به وسیله آن با شما به حضور پروردگار شما مناظره کنند؟ آیا شما به نتیجه این کار پی نمیبرید؟ أو يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. آیا آنها نمیدانند که هر آنچه را که ایشان پنهان یا آشکار میدارند خداوند میداند؟ و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون. و برخی از ایشان مردم اومی اند که از کتاب جز آرزوهای غلط خود دیگری را نمیدانند و جز گمان به چیزی دیگر متکی نیستند. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أيديهم وویل لهم مما يكسبون. پس وای بر کسانی که کتاب را به دست خود می نویسند و باز می گویند این از جانب خداوند است تا بدین ترتیب به عوض آن بهای ناچیز به دست آورند. پس وای بر ایشان در برابر آنچه دست هایشان نوشته است و وای بر ایشان در برابر آنچه از این عمل خود کسب می کنند. و قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. و گفتند به تحقیق را آتش دوزخ جز چند روز محدودی تماس نمی کند. به ایشان بگوی آیا از نزد خداوند پیمانی گرفته اید که خداوند هرگز پیمان خود را نقض نمی کند؟ این که درباره خداوند چیزی را می گویید که نمی دانید؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نخیر، آنانی که گناهی را مرتکب شده اند و آنها را گناهشان احاطه کرده است پس همین هایند دوزخی، ایشان در آنجا همیشه میمانند. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. و آنانی که ایمان آوردند و عمل شایسته انجام دادند همین هایند بهشتی، ایشان در آنجا جاودانه به سر میبرند.
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. و به یاد آورید وقتی را که از بنی اسرائیل پیمان گرفتیم که به جز خداوند چیزی دیگری را نپرستید، با پدر و مادر، خویشاوندان، یتیمان و بینوایان رفتاری نکردید، با مردم به نیکویی حرف زنید، نماز را به تمام و کمال نمایید، زکات را بپردازید. سپس همه شما جز عده کمی به گونه اعراض از آن رو گردانیدید. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. هذا وقت که ایمان اوزواش را نریزید و یک دیگر خود را از دیار خیش بیرون مکنید و سپس اقرار کرد ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم و ترجون فريقا منكم من ديارهم و تخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. باز این شما هستید که یک دیگر خود را میکشید، گروهی از مردم خود را از دیارشان تبعید میکنید، به ضد ایشان در گناه و ظلم پشتیبان یک دیگر میشوید و اگر ایشان به قسم اسیر به شما میآیند فدیه ایشان را میدهید، در حالی که تبعید ایشان به ذات خود به شما حرام گردیده بود. پس آیا به قسمتی از کتاب ایمان میآورید و از قسمتی دیگری انکار میکنید؟ پس جزای کسی از شما که چنین کند جز رسوایی در زندگی دنیا و بازگشت به شدیدترین عذاب در آخرت چیزی دیگری نیست و خداوند از کردار شما غافل باشد. اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة فلا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینصرون. آنها کسانی اند که زندگی این دنیا را با بدل آخرت خریدند، بنابراین از عذابشان تخفیف دادن نمی شود و نی هم ایشان کمک می شوند.